سلام، من سامان اربابی ام، اینم هست برنامه آنتن. حسین شریعت مداری گفت وقایع مجلس کار جریان فتنه بود. کارشناسان گفتند سقوط هرات در زمان ناصرالدین شاه، حمله مغول، قرارداد ترکمنچای، زلزله بم، غرق شدن تایتانیک، انقراض ببر مازندران و گرم شدن زمین هم کار جریان فتنه بوده. روح الله حسینیان گفت مرتضوی مثل سوریه تاوان ایستادگی در برابر فتنه را می‌دهد. ناظران گفتند بله، یه شباهت دیگه ایشون به سوریه هم اینه که نظام برای حفظ ایشون حاضر به نابودی سرمایه و خود مردم کشور ایرانه. شمقدری گفت مافیای بین‌المللی سد راه جهانی شدن سینمای ایران است. صاحب نظران گفتند البته توقیف فیلم ها، ممنون کار کردن هنرمندا، تهدید و توهین به هنرپیشه ها و بازداشت کارگردان ها هم همچین بی تأثیر نیست. دکتر محمود احمدی نژاد قبل از عزیمت به مصر گفت کسی دیگری تخلف کرده، کسی دیگری دستگیر میشه و این کار بسیار زشته. ناظران گفتند بله، خیلی زشته است. از کارهای زشت دیگه میشه به دست بردن شخصی در انتخابات و حصر خانگی کردن شخصی دیگر نام برد. خیلی زشت است. و دست آخریم که کاظم صدیقی گفت رهبری نباشد مسئولان همدیگر را میخورند. کارشناسان هم گفتن تا حالا چه کسی مسئولین رو مثل آجیل یکی یکی میخورده؟ آقای صدیقی. درود بی پایان بر چرخه تولید سوخت هسته گداخته آسمان معنویت و سلام به تک تک افراد بشر و موجودات زنده، من جمله شما بیننده گرام، و عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن 34مین بهار انقلاب و تقارن آن با 22 بهمن، پیروزی انقلاب اسلامی بر مردم، پیشگاه رهبر عظیم الشأن. من فامان اربابی از استودیوی مرکزی خبری آنتن مهمترین مسائل دنیا را به عرصه جهانی وارد. مهمترین عناوین خبری: طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی که به خاطر ساده زیستی با موتور به سر کار میرفت، به همراه یک فقره چک به ارزش 70 میلیون دلار در آلمان بازداشت شد. نتیجه اخلاقی: با موتور بری سر کار میتونی 70 میلیون دلار پس انداز کنی. به دنبال اعلام آمادگی دکتر محمود احمدی نژاد، دکتر علی لاریجانی عصر یک شنبه رئیس جمهور را به فضا فرستاد. با بیکار شدن وزیر کار، آمار افراد بیکار در ایران 15% کاهش پیدا کرد. مهدی کوچک‌زاده در واکنش به اتفاقات استیضاح وزیر کار گفت فضای کلی مجلس دور از اخلاق، مروت و جوانمردی پیش رفت. لازم به توضیح است هیچ کس اندازه آقای کوچک‌زاده متوجه دور بودن از اخلاق و جوانمردی نمی‌شود. اما بینندگان عزیز، با توجه به فضای صمیمی و دوستانه‌ای که بین رئیس مجلس و رئیس جمهور است، ما در خدمت کارشناس دکترین وحدت و همدلی مسئولان همکارم دکتر هستیم. آقای دکتر، با سلام به شما، من میخوام بدونم این همدلی مجلس و دولت از کجا شروع شد؟ با سلام به شما، من هم سند دارم که میتونم نشون بدم، هم یه نوار از یه مذاکره رقیق دارم که میتونم براتون پخش کنم و ثابت کنم این همدلی از کجا شروع شد. بفرمایید پخش کنید، لطفا کم نذارید، بعد نگی چیزی پخش نشده. من کوچیک شما هستم، حوصله کنین. همدلی مسئولین از اونجایی شروع شد که یه شخصی خواست در عرصه ورود کنه که البته هم ارتباط رو داشت هم قلقش رو. خوب نبودیم تو این عرصه، الان که وارد شدیم قلقا دستم آمده.
هم به لحاظ ارتباطی هم به لحاظ مدیریتی یه مسکن مختصری چیزی فراهم کنه به نام یکی از بستگان من برای شروع کارش. یه آپارتمان 600-700 تایی بده دیگه. خب آقای دکتر، اشکال این خانه همدلی چیه؟ چرا پسکار به استیزا کشید؟ چون فقط ویلای آپارتمان نبود، ایشون میخواستن در بقیه عرصه ها هم ورود کنن. آقای دکتر، به کدوم عرصه ها ایشون میخواستن ورود کنن؟ بگم برای من قلق آنها علیقا آقا صادق هم دستمه که چجوری ورود کنم، چجوری جا بندازم. جالبه، کجا میخواستن قلق و جا بندازن؟ تحمل کنین، من پخش میکنم. ببین، باید خودت روچ به دکتر بگی که آقای زه، که همونی که میخواد قرارداد ببنده با تأمین اجتماعی، باید از قبل من به شما وصل بشود. نه، پس ایشون میخواستن قلق آقا صادق و علی آقا رو در عرصه آقای زه جا بندازن یا بهش بس کنن. ولی این آقای زه کی هستند؟ ربطشون به تأمین اجتماعی اصلا چیه؟ ببینید، تأمین اجتماعی یکی از ثروتمندترین سازمانهای کشور، به همین خاطر هم یه جذابیت ویژه‌ای پیدا کرده برای مسئولین که برن اونجا خدمت گذاری کنن و اخیران هم یه قراردادهایی میبنده به همین منظور. تأمین اجتماعی یه قراردادی داره میبنده تا شرکتاشو میفروشه به یه گروهی که من به چند و چون اون کاری ندارم. خب ما هم به چند و چون این قراردادها کاری نداریم، چون قلق کسی دستمون نیست. ولی خب این آقایی که از بستگان ما هم نیست چه کارهایی بلدند؟ رئیس مجلس گفت پخش نکن، ولی شما میگین پخش کن. بهترین راهش همین است که جناب علی توصیه بهشان بفرمایید که حضور فلانی میتواند یک اطمینانی باشد برای آینده کارهای خودتان در اینجا. این همین توصیه شما طوری که ایشان مشتاق باشد برای همکاری، ما میتوانیم رفع موانع برایش بکنیم. آقای دکتر، شما میگید این آقا عملا پیشنهاد داده که با قلق آقا صادق و علی آقا برای ایشون رفع موانع میکنه. پس مشکل چیه؟ اینکه خود همدلیه. مشکل اینه که دولت احتیاجی به همدلی نداره، مخصوصا اینجا، چون خود آقای مرتضوی میتونه رفع موانع کنه و با آقای زه به همدلی برسه و بره تو آپارتمان و ویلا. مجلس هم از اینکه نتونسته همدلی کنه ناراحته و میخواد آقای مرتضوی رو عزل کنه. پس این شایعاتی که میگم پرونده آقای مرتضوی مربوط به کرزک و قتل زهرا کاظمی و بستن مطبوعات و میرزای میرسیفی است حقیقت نداره؟ نه خیر، مربوط به همدلی نظامه. خب پس خوب شد این مطلب مطرح شد. اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. آقای رئیس جمهور، یک حدیث قدسی هست پیامبر گرامی اسلام نقل کرده که اگر کسی به مسلمانی اتهامی بزند که او رو خار کنه، خداوند میگه خودش رو آماده کنه برای جنگ با من. خوشبختانه خود آقای لاریجانی تجلی این حدیث قدسی هستن که من هم ازش سند دارم هم فیلم. ایشون وقتی رئیس صدا و سیما بودن، دادگاه برلین برنامه چراغ و برنامه هویت رو درست کردن که نشون میداد چقدر ایشون حساسن به این حدیث قدسی. پس خوشبختانه آقای لاریجانی کسی رو ضایع نمیکنه. شما آقای احمدی نژاد تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید. شما به سلامت. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی رعایت نکردین. بفرمایید. شؤونات جمهوری اسلامی رعایت نشد. رعایت نکردن شؤونات جمهوری اسلامی واقعا خیانته. از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم رو در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعا خیانت به کشور کرده. کی خیانت کرده اینجا؟ اونی که با ضبط و پخش فیلم کار مافیایی کرده. خود نفس این کار یه کار مافیایی نیست؟ پس شما معتقدید کسی که با بی اخلاقی و فیلم برداری داره کشور رو به هم میریزه خیانت کرده. نظر رهبری در مورد مافیا چی میتونه باشه؟ به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. آقای دکتر، از شما ممنونم. بینندگان عزیز، همکارانم در بخش 32 از جلسه مجلس گزارش تصویری تهیه کردن که تقدیمتون میکنم. نه 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 Не.
اما بینندگان بسیار عزیز، هفته گذشته هفته‌ای بود که نظام مقدس یک بار دیگه ضمن زدن مشت محکم با دستاوردهای دانش بنیان خودش عرصه‌های دانشی بشر رو پاره کرد و به جهانیان تو دهنی زد. ارسال یه موجود زنده به فضا و بازگرداندن یه موجود زنده دیگه از فضا، استقرار اولین سکوی نفتی شناور زیر دریا، و نهایتاً رونمایی از اولین جنگنده رادار گریز قاهر. به همین مناسبت در خدمت برادر دیگر همکارم دکتر سردار، برادر دکتر هستیم از مرکز پیشرفت‌های دانش بنیان. ضمن عرض سلام و خسته نباشید. من هم به همه عزیزان که همراه من در این دستاوردها بودند عرض خسته نباشید میگم. سردار، این دستاوردها در دنیا خیلی سر و صدا کرده. در برنامه‌های خبری معتبر در جهان از این دستاورد به عنوان یک دستاورد مهم یاد می‌کنند. حتی در شبکه‌های اجتماعی صفات زیادی برای بزرگداشت اولین موجود زنده نظام که الان در فضاست درست کردند. منابع خبری غربی حدس می‌زنند نظام مقدس در فضا مرکز جراحی زیبایی درست کرده که موجودات زنده رو اینجوری میفرسته و اونجوری برمیگردونه. البته مرکز تفریحی و زیبایی برای موجودات زنده هم در برنامه فضای ما هست. ولی اینکه بعضی ها این موجودات زنده رو با هم اشتباه میگیرن برمیگرده به کوتاهی اون برادرمون که وقتی رفته بود مولوی برای خرید دوتا موجود زنده، من بهشون سفارش کردم هر دو موجود زنده هم قد و هم شکل باشن. ولی گویا اون روز موجود زنده همشکل کم بوده و ما هم تصمیم گرفتیم اون موجود زنده‌ای که مردنی‌تر و درب و داغون‌تر بود و بفرستیم فضا و اون موجود زنده خوش‌تیپ‌تر رو به جاش برگردونیم. بسیار عالی سردار، این از این دستاورد. حالا اون یکی دستاورد، جنگنده رادارگریزی که ستایش غربی‌ها رو هم به دنبال داشته و همشون تعجب کردن از این دستاورد رادارگریز شما. مثلا به این گزارش ترندینگ اد یاهو که توسط یکی از افراد وابسته به بنگاه‌های خبرپراکنی اجرا شد دقت فرمایید. With tensions between Iran and the United States running high, many things about its design hinted that this particular jet was not getting off the ground anytime soon. Problem? Well, the cockpit was a bit too basic with no wiring behind the front panel, apparently more akin to the cockpit of a small private plane. آقای دکتر، غربی ها در تعجبند که با چه دانش بنیان پیشرفته ای هیچ سیمکشی پشت پنل های رادارگریز نیست. بله، خب این تکنولوژی جدیده که دستاورد خودمونه و حتی سیمکشی ها و همه چیزای پنل هم مثل خود هواپیما رادارگریزه و با چشم غیر مسلح یا حتی مسلح دیده نمیشه. توجه کردین؟ The photos make it clear that the pilot getting inside wouldn't even fit with the top down. سردار، غربی ها متحیرند که با چه دستاوردی می توانید در شیشه هواپیما رو بکشید پایین بعد از اینکه خلبان در کاکپیت قرار بگیره، چون کاکپیت به نظر یه کمی کوچولو میاد. ما این کاکپیت رو روز اول برای اون موجود زنده ساخته بودیم، توجه کردین؟ بعد اون دستاوردمون که اونجوری شد، فکر کردیم این دستاورد رادارگریز رو مطابق با شرایط اقلیمی منطقه درست کنیم. چون اینجا هوا گرمه، ما شیبیداغ تعبیه کردیم رو دستاوردمون تا خلبان باد بخوره قشنگ. Perhaps more important, the aviationist claims that the plane's back engine does not contain a nozzle for the afterburners, meaning the heat would probably melt the entire jet. سیستم اگزوز این جنگنده هم رادارگریز گویا و غربی ها رو متعجب کرده. تو این گزارش به ذوب شدن اشاره میکنن از فرط تعجب.
سیستم اگزوز این جنگنده بر مبنای تز ذوب در ولایت طراحی شده. به محض اینکه موتور جت روشن بشه کل هواپیما ذوب میشه و به همین خاطر هیچ راداری دیگه نمیتونه این دستاورد رو ردیابی کنه. نکته دیگه اینه که آمریکایی‌ها این همه زور زدن رسیدن به F-117، ولی ما در اولین قدم F-313 ساختیم. البته نظر برادرها این بود که F-3000 میلیارد بسازیم، ولی باید بدنه رو خیلی کشدار طراحی میکردیم که صفرا جا بشه. با تشکر از شما جناب سردار. بینندگان عزیز، امید دستاوردهای رادارگوریز دیگر، تا برنامه بعدی شب زیبا. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. جناب سردار رادان، من سامانم، یه جوان ایرانی که هفته یک بار یه پست تیلیک تیلیک زیگ دیزنی به یکی از مقامات میزنم و اونام با رأفت و مهربانی میندازن روی زمین و با ماشین روش دستی میکشن. راستش دوستان وقتی فهمیدن میخوام به شما یه پست فیزیک لگولی بزنم خیلی نگران شدن و سعی کردن که من از این تصمیم منصرف کنن و منم متوجه نبودم چرا، تا اینکه یه نگاهی به سابقه شما کردم تو فضای مجازی و رنگم پرید، فیوزم منفجر شد و به قول برابکس حسابی گرخیدم. من هرچی گشتم از سابقه شما هیچ خبری نیست، تا وقتی سردار خوشنام سیف‌اللهی شما رو به خاطر لیاقتتون آوردن کنار دست خودشون. شما هم در کردستان نشون دادین که چقدر با معرفت اینا برای رئیستون به هر کاری دست میزنید، مخصوصا خشونت و مخصوصا خیلی خشونت. از اونجا شما رو فرستادن سیستان بلوچستان و بعدم خراسان تا مثل رامبو از همه انتقام بگیرید، البته بدون دلیل. سردار رادان، من هیچ رئیس پلیسی تو دنیا ندیدم که مثل شما در مورد همه چیزی سخنرانی کنه. شما خیلی عشق سخنرانی و مصاحبه اون حرفا رو دارید. از آمار موفقیت پلیس اینترنتی تا وضعیت پیستای اسکی تا سوریه و افغانستان و طول چکمه خانوما. دوست دارین؟ شما از همه چیز حرف میزنید غیر از امنیت مردم. البته روی امنیت رئیس روحساتون هم خیلی حساسی. یه نوار مکالمه هم تو اینترنت هست مال اعتراضات خیابانی بعد از انتخاباته که میگن صدای شماست. من هرچی گوش کردم نفهمیدم جلیل کیه. صادق کیه که شما بهش دستور میدید بزنه 7-8 تا پیرزن تو خیابان ولی از لتو پار کنه یا بزنه بچه ها رو کریزکی کنه؟ کریزکی کنه یعنی چی؟ فهمیدم، کریزکی یعنی اون بلاهایی که شما سر زندانیان کریزک می آوردید و بعد میگفتید مننژیت داشتن و بعد شبانه دفع میشدن. حالا فهمیدم چی میگی. آقای سردار رادان، رئیس پلیس کدوم مملکت میگه اول اینجا بعد ابوغریب بعد گوانتانامو؟ و به این گفتش افتخارم تازه میکنه. ما رکورد زدیم. کجا شنیدید که رئیس پلیس یک کشور به مامورینش بگه هر پای شکسته ثوابه؟ ثواب. البته باید قبول کرد که نظام جمهوری اسلامی با همه جا فرق داره. من نمیدونم شما کدوم دانشگاه مدیریت بحران خوندید، ولی بیشتر به نظر میاد شما مدیریت تولید بحران دارید اعمال میکنید. گزارش هایی هم که از دست داشتن مستقیم شما و اقدام شخصیتون در شکنجه های زندانیان منتشر شده باعث شد شما هم در لیست تحریمی ها برای خودتون یه جای دو نبشی داشته باشید. راستی چجوری هست تقریبا همه مسئولین نظامی یه پرونده پیش پلیس بین‌المللی دارن؟ حتی رئیس پلیس پایتخت هم که قرار مواظب مردم باشه معروفیتش به خاطر نقض حقوق بشره؟ دم شما گرم، کارتون خیلی درسته. شما بعد از کریزک هم دست از خشونت بر نداشتی و ماجرای مرگ دکتر سودبخش و دکتر پرندرجانی که هر دو از پرونده کریزک متعلق بودن و به طور کاملا تصادفی هر دو کشته شدن هم میگن زیر سر شماست. واقعا آفرین. رئیس پلیس پایتخت چند نفر رو میکشه، بعد برای اینکه علت مرگشون هم قایم کنه یه چند نفر دیگه هم میکشه. من که الان فکر میکنم همه شهروندان تهران خیلی احساس امنیت میکنن از اینکه میدونن رئیس پلیسشون چنین آدم قانون مداری. خب سردار رادان، من برم. امیدوارم هیچ جای دنیا دیگه هیچ وقت جای دزدا و پلیسا عوض نشه. خلاص، تا بعد. خب دوستان عزیز، میرسیم به قسمت خبرساز برنامه آنتن با همکارمون مسیح علی نژاد. مسیح، کجا رو به هم زدی؟ سامان، به 34مین سالگرد انقلاب هم رسیدیم. اول به تصاویر این روزنامه‌نگارانی که همشون ظرف 48 ساعت زندانی شدن نگاه کنیم. به جز دو نفر، بقیه‌شون وقتی انقلاب شد یا اصلا به دنیا نیامده بودن و یا بچه بودن. اما توی ایران هنوز هم وقتی میخوان منتقدی رو بازداشت یا بازخواست کنن میگن ضد انقلاب بوده.
برای این هفته خبرساز رفتم سراغ کسانی که نه تنها ضد انقلاب نبودند بلکه عاشق این انقلاب بودند. اول از همه از نماینده اصلاح طلبی که دو دوره در مجلس شورای اسلامی بوده پرسیدم قبل از سال 57 آزادی‌های اجتماعی که وجود داشت مگه مردم برای آزادی‌های سیاسی انقلاب نکردند؟ پس چرا بعدش راه هر گونه نقدی به این انقلاب و آیت الله خمینی بسته شده؟ نفرت نسبت به جنایات رژیم شاه و شکنجه های در درون زندان و ظلم ها و جنایت هایی که دیده بودیم، اون مصیبتی که خود من دیده بودم و مادر برادرم کشته شده بودن 7 سال قبلش از یک طرف، از طرف دیگه هم من از 14 سالگی جرقه های عشق به امام در دل من احیا شد و این عشق همطور بود تا پیروزی انقلاب. عاشق هم کور و کر میشه. ولی بعدها که پست دولتی گرفتین، به هر حال منظورم این هست که انقلابیونی که بزرگتر شدن بعدها چرا راه نقد رو بستن؟ خب 8 سال در جنگ بودیم. شرایط جنگی فرق میکنه با شرایط غیر جنگی. رفتم شیراز سراغ یک خانواده معمولی. اتفاقا اونها هم مدتی رو در منطقه و در همین شرایط جنگی زندگی کردن. خانواده کاوه طاهری، وبلاگ نویسی که الان نزدیک به 5 ماه توی سکوت خبری در زندان هست. اگه تا حالا اسمش رو هم نشنیدید، حالا حکایتش رو بشنوید. متاسفانه پسر من گرفتن به خاطر یه سری انتقاداتی که کرده از اوضاع جامعه. پسر من نه به گروهی وابسته بوده نه به تشکیلاتی وابسته بوده، یه فرد مستقل بوده، انتقاداتی از مشکلات و مسائل جامعه میکرده. نمیدونم هر کسی یه انتقادی بکنه باید عنوان و مارک تبلیغی نظام رو به پیشونیش بزنن. 8 سال ما اهواز زیر توپ و خمپاره و موشک بودیم. پسر من روح روانش ترکش خورده است. من خودم در ابتدای انقلاب عاشق انقلاب بودم. حتی ازدواجم و من با تمام مشکلات و موانعی که وجود داشت انداختم روز 22 بهمن سال 59 که به اصطلاح سال روز انقلاب میخواستم ازدواجم باشه و الان در آستانه و سال روز انقلاب پسر من در زندانه. برگردیم با آقای باقریان نژاد که از قضا ایشون هم دخترش رو در حوادث بعد از انتخابات از دست داده و میگه به تمامی مراجع قضایی و مسئولان رد بالای کشور از جمله رهبری نظام نامه داده و گفته فرزندش رو کشتند و جسدش رو انداختن توی کوههای اطراف شهر ری. از او میپرسم دلیل اعدام‌ها و زندانی کردن منتقدان در اوایل انقلاب چه بوده؟ ما ترس این وجود داشت که مبادا دوباره کودتای 28 مرداد تکرار بشه. تقریبا بدون استثناء چپ و راست اینها نارشید برخورد کردند، وگرنه شاید بسیاری از اون اعدام ها هم ضرورت نداشت. اعدام های 67 هم ترس این بود که مبادا اون عملیاتی که به نام مرساد سرکوب شد و اول حمله شد بعد سرکوب شد، اون عملیات هم باز یه ترسی ایجاد کرد که مبادا بالاخره اینا نتونن مملکت رو اداره کنن. و نفر سوم هم نماینده فعلی مجلسه که به خاطر بازداشت روزنامه نگارای منتقد رفتن سراغش، اما ظاهرا ترس و نگرانی هنوز در حکومت هست. بشنوید. وقتی ما میدونیم که بی بی سی در کودتای 28 مرداد موثر بوده، ذاتن انگلیسی ها با ما مشکل دارن، وقتی ما میدونیم امریکایی ها قشنگ میگن ما پول میذاریم برای اینکه جمهوری اسلامی رو به هم بکوبیم، ما که در ذات بی بی سی و در ذات وی او ای و ذات رسانه های بیگانه که شک نداریم که اومدن که مخاطب عمومیشون رو به خاطر خدا که و تبیین نمی کنن اخبار رو به خاطر که تحت تاثیر قرار دادن و اینکه الان حکومت بشورانن. اما آیا فقط حکومت هست که از مردم میترسه یا مردم هم از این حکومت میترسن؟ از همون اوایل انقلاب بسیاری از خانواده ها از ترس اینکه مبادا اعتراضشون باعث بشه که وضعیت برخی دیگه از اعضای خانوادهشون خطرناک بشه، معمولا در قبال بازداشت و اعدام سکوت میکردن. این نگرانی هنوزم هست، در شهرستان ها بیشتر هم هست. دوباره برگردیم شیراز. منو خواستن اطلاعات، گفتن شما هیچ صحبتی نکن، ما ظرف 2 هفته 3 هفته بازجوش گفت ما پسرتو آزاد میکنیم. من تا حالا ثبت کردم به خاطر کشورم، 52 روز تحمل کردم، ولی متاسفانه به قول خودشون عمل نکردن. نشون دادن که مثل بقیه اون کسایی که در رأس قرار دارن اینا هم دروغگو هستن. انتقاد نه تنها به انقلاب بلکه به مسائل اجتماعی گاهی با کتک و فوش هم همراه است. پدر کاوه طاهری میگه پسرم بازجوی خوب هم داشته، ولی در روزهای اول بازداشت کسان دیگری هم بودن که با مشت و لگد به جانش افتادن و به او فوش میدادن. این فوش ها معمولا پشت درهای بسته است، اما مسئولانی هم هستن که اگر یک سوال کوچک انتقادی ازشون بپرسی از کوره در میرن. آقای کوچک زاده یکی از اونهاست که وقتی ازش
اجازه میخوام برای پخش تنها بخشی از ادبیات تندش، میگه خیلی هم خوبه. درد و بلای آیت الله آملی لاریجانی و دکتر محمود احمدی نژاد بخوره تو سر تو و اربابا. از خارج زنی میزنید نه؟ بله من ایران نیستم، ولی خب یک بار کنار خود شما دادگاهی شدم. شما توبه کنی برگردی ایران، یا همینجا کنار هم بشینی مصاحبه کنی. خب آخه بعد اتفاقی که کردی توبه کنی برگردی. بله. ایران. من موبایل آقای خاتمی رو گرفتم. شما؟ من علی نژاد هستم، خبرنگار هستم. از کدوم خبرنگار؟ کدوم خبرگزاری؟ من مسیح علی نژاد روزنامه نگارم که در واقع تو روزنامه اعتماد ملی می نوشتم. عجب خدا. و الان و سرانجام تنها کسی که جرئت می کنم ازش بپرسم آیا فکر نمی کنید در سال 57 به جای انقلاب بهتر بود اصلاحات می شد؟ نماینده اصلاح طلبی هست که به گفته خودش یک زمانی هیچ نقدی به انقلاب رو تحمل نمی کرد. تقریبا تمام مخای اصیل جامعه به همین نقطه رسیدن، یعنی اشتباه بزرگی که ما کردیم ضرورتی به انقلاب نبود، یعنی ما باید سعی میکردیم که با همون اصلاحات تغییراتی بدادیم. اگر مشروطه ما تقریبا شبیه مشروطه انگلستان بود تا 100 سال دیگه 500 سال دیگه هم انقلاب نمیشد. بچه مشترک هر سه نفری که رفتم سراغشون این بوده که عاشق انقلاب بودن، یکیشون از میون مردم معمولی کشور و دو نفر دیگه کسانی که در دوره‌های مختلف شدن نمایندگان مجلس. در واقع میخواستم از کسانی که در هر جایگاهی مدافع این انقلاب بودن حالا نگاهشون رو نسبت به همین انقلاب بدونم. کسان دیگری که حالا در هر جایگاهی توی انقلاب نقش داشتن الان چه نظری دارن؟ در آن زمان آیا باید انقلاب میشد یا اصلاحات؟ داوری با شماست. مرسی. به قسمت آخر برنامه، مرسی که این 30 دقیقه با ما بودین همکارم دکتر. میرسیم به قسمت پرونده انقلاب 1357. شب بخیر تا هفته دیگه. سی و چهار سال پیش در تاریخ 22 بهمن 57 حادثه‌ای در ایران اتفاق افتاد که ایرانیان هنوز درگیر پیامدهای اون هستند. مردمانی که در جهان به خاطر غنای ادبیات، معماری، تاریخ و فرهنگ خودشون شهره بودند، در عرض تنها یک سال به خاطر اقدامات دولت مردانشون به عنوان حامیان تروریسم معرفی شدند و سرنوشت خودشون رو گروگان تصمیمات عده‌ای ماجراجو دیدن. آنتن پرونده انقلاب 57 رو بازبینی میکنه. در فاصله کوتاهی پس از ورود آیت الله خمینی و معرفی شورای انقلاب، بسیاری از نمایندگان مجلس و مدیران میانی حکومت اقدام به استعفا از مقام خود و یا اعلام همبستگی با شورای انقلاب نمودند. همافران نیروی هوایی به دیدار آیت الله خمینی رفتند و تعدادی از کلانتری‌ها توسط مردم خلع سلاح شدند. تعدادی از عمرای ارتش و مسئولین شروع به ترتیب دادن ملاقات‌های مخفیانه‌ای با اعضای شورای انقلاب کردند و نهایتاً در روز 22 بهمن، در حالی که دکتر بختیار منتظر دیدار با سران ارتش در دفترش بود، ارتش به فرماندهی سپهبد قره‌باغی اعلام بی‌طرفی نمود و از نیروهای مسلح خواست تا به پادگان‌ها برگردند و بدین ترتیب انقلاب 57 به وقوع پیوست. اولین اقدام انقلابیون اعدام سران ارتش بود که بسیاریشون با توجیه حفظ وحدت ملی با انقلابیون در تماس بودند و به بی‌طرفی ارتش رأی داده بودند. تعداد دیگه‌ای از عمرای ارتش در حالی که آثار ضرب و جرح درشون نمایان بود به جرم اعمال خشونت و شکنجه اعدام شدند. انقلاب ایران با تصفیه خونین ارتشیان و وابستگان نظام آغاز شد و امروز پس از 34 سال هنوز مشغول تصفیه کردن و تنگ‌تر کردن دایره خودی هاست. 8 سال جنگ، اعدام زندانیان سیاسی، حذف گروه‌های سیاسی رقیب، فرار گسترده مغزها، زیر پا گذاشتن حقوق زنان و اقلیت‌ها در کنار سوء مدیریت منابع کشور، پیامدهای انقلابی بود که 34 سال پیش در 22 بهمن 57 اتفاق افتاد. نسل جوان ایران امروز چگونه با میراث انقلاب کنار خواهد آمد؟